سلام، با آرزوی در پیش داشتن سالی پربار همراه با تندرستی و نشاط برای شما عزیزان بیننده در ورزش 92 تلاش خواهیم کرد اخبار، اتفاقات و حواشی ورزشی ایران و جهان در سالی که گذشت رو با هم مرور کنیم. چهارمین قسمت اختصاص داره به چهارمین ماه سال، یعنی تیر ماه 92. با ما همراه باشید. اما در این برنامه مروری خواهیم داشت به اتفاقات و عناوین مهم ورزشی در تیر ماه 92. کسب اولین پیروزی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال، قهرمانی تیم ملی وزنه برداری در مسابقات آسیایی قزاقستان، کسب مدال برنز احسان حدادی در مسابقات دو و میدانی کشور چک، پیروزی 3-0 تیم ملی برزیل در مقابل تیم ملی اسپانیا و قهرمانی این تیم در جام کنفدراسیون ها، کسب مدال نقره مسابقات دو و میدانی کشور هند توسط قهرمان ارزنده کشورمون خانم لیلا رجبی و عقد قرارداد 3 ساله باشگاه فوتبال بارسلونا با تاتا مارتینو مربی اهل کشور آرژانتین برای هدایت این تیم. مهمترین رخداد روزهای ابتدای تیر ماه 92 کسب اولین پیروزی تاریخ والیبال ایران در لیگ جهانی بود. حمایت خوبی را انجام میده از منطقه دو. چه کسی به توپ ضربه میزنه؟ غفور میکنه، سرویس رو میزنه، دریافت در زمین ایران، پاس بلند، یک ضربه از منطقه 4، غفور آبشارش میزنه، توپش به دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره، سرویس زده میشه، دریافت در زمین کوبا به خوبی انجام نمیگیره، پاس کوتاه، سرویس زده میشه، دریافت خوبی انجام میگیره، پاس کوتاه، توپ در انتهای زمین میخوابه، حالا سرویس رو میزنه، دریافت به خوبی انجام نمیگیره. ببینید این ضربه به توپ، کبدا دفاع میشه، ایران به امتیاز 16 میرسه، 16-14 ایران ست پنجم رو از کوبا میبره و 3-2 کوبا رو در خانه خودش شکست. در چهارمین روز تیر ماه تیم ملی ایران تونست در پایان 44مین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا افتخار رسیدن به قهرمانی رو از آن خودش کنه. پس از درخشش رشید شریفی که روی سکوی قهرمانی دسته فوق سنگین این مسابقه ایستاد، پرونده 44مین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا در قزاقستان با درخشش خیره کننده پولاد مردان ایرانی بسته شد. تیم ملی وزنه برداری با 564 امتیاز تیمی و کسب 9 مدال طلا، 7 نقره و 5 برنز با اقتدار از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع کرد و برای دومین سال متوالی روی سکوی نخست قاره کهن ایستاد. ششم تیر ماه روز دو میدانی بود. احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن و نخستین دارنده مدال جهانی دو میدانی برای ایران، رکورد ورودی ای بازی های جهانی رو به دست آورد. ستاره دو و میدانی ایران طی روزهای گذشته مسائلی رو مطرح کرد که حقیقتاً ما به جای همه مسئولان ورزش شرمنده قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا و دارنده اولین نشان تاریخی دو و میدانی کشورمون در مسابقات قهرمانی جهان شدیم. حرفایی که احسان حدادی زده آنقدر عجیبه که اگر در ایران زندگی نمی کردیم اونو باور نداشتیم. حدادی گفته بهمن ماه سال گذشته به دلیلی که متوجه نشدم اردوی تدارکاتی من در آفریقای جنوبی لغو شد. برهم خوردن برنامه‌های تمرینی باعث شد مربی خارجی ایران رو ترک کنه و من رو تنها بذاره. در این مدت از فدراسیون و کمیته ملی المپیک درخواست استخدام مربی کردم، اما تاکنون ترتیب اثری داده نشده. وی گفت هنوز توفیق پیدا نکردم وزیر ورزش و جوانان رو ببینم، اما اگر به دیدار او برم همه بیمهری‌هایی که در این مدت شده رو براش بازگو می‌کنم. نکته جالبش اینجاست که حدادی گفته 8 ساعت قبل از پرواز از روسیه به تهران به فدراسیون دو و میدانی زنگ زدم و اطلاع دادم که ساعت 2 بامداد به تهران میرسم. مدالمو برداشتم گذاشتم تو کوله دستیم و گفتم که شاید اگر بخوان بیان استقبال این مدال رو در بیارم و نشون بدم کسایی که دوست دارم ببینم. ولی متاسفانه کسی نیومده بود، خیلی ناراحت شدم از این موضوع. شاید اونقدر که خودم داشتم به این موضوع فکر می‌کردم اشکش هم در شد.
دارنده مدال برنز جهان باز هم گفته پس از بازگشت از مسابقات جهانی هنوز تغییر نشده. احتمالاً باز هم حاشیه‌های فوتبال یا مسائلی از این قبیل اجازه پرداختن به سایر رشته‌ها و قهرمانان رو نداده. مسابقات جهانی بسکتبال جوانان، جایی که تیم ملی بسکتبال جوانان ایران بازی‌های جهانی خودش رو با پیروزی آغاز کرد. مسابقات قهرمانی جوانان جهان در شهر پراگ با شرکت 16 تیم آغاز شد و طبق برنامه تیم ملی جوانان کشورمان در اولین دیدار خود به مسافه تیم چهارم جهان یعنی آرژانتین رفت. نتیجه‌ای که در پایان 40 دقیقه بر روی تابلوی مسابقات به نمایش درآمده بود، خبر از پیروزی 84-73 ملی پوشان غیور کشورمان می‌دهد. این پیروزی اولین برد تاریخ تیم ملی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان به حساب می‌آید. فوتبال برزیل و یک قهرمانی و افتخار دیگه. این بار جام کنفدراسیون‌ها و قهرمانی برزیل با پیروزی 3-0 بر اسپانیا. ماتا، بوسکت، تورس و پدرو دیگر بازیکن تیم اسپانیا رو تشکیل میدن. حرکت بازیکن برزیل سانت روی دروازه، یک موقعیت برای بازیکن برزیل در دهانه دروازه و گل. فرد باز هم گلزنی میکنه برزیل. دقیقه 2 برزیل 1-0 از اسپانیا جلو میفته. با هم نگاه میکنه، اینجا بود که نیمار اثر گذاشت، روی زمین افتاده بود و خابیده، گلش زد بدین شکل. نکنید بازی برزیل در مقابل اسپانیا، فینالی که خیلی منتظرش بودن. یکی از بازیکن برزیل پشت محوطه جریمه اسکار و توپی که از کنار دروازه بیرون رفت. یکی از بازیکن برزیل ببینیم، این زمین چیپ زده میشه و توپ نزدیک بود گل بشه. چقدر خوب زد، چقدر خوب گرفت توپو اینیستا. خودش حرکت میکنه، زبر از راه دور میزنه و جولیو سزار توپو راهی کورنر میکنه. منتظر هستم که اجازه زبر داده بشه، یک زبی محکم، چقدر محکم داد توپو، حال که بشه بالای دروازه بیرون رفت. یه اشتباه بازیکن اسپانیا چه زدم نمیتونم بازیکن برزیل ترتیب بدن. نیمار پا به توپ حرکت میکنه، نیمار پاس عالی، موقعیت و کاسیاس نگه میداره اسپانیا رو توی این مسابقه. یکم حساس هم اصلا تماشاگر برزیل روی حال توپی که از دست میده بیشتر اذیت میشه. یک بازیکن اسپانیا موقعیت بسیار عالی، ببینیم میتونن گل مساوی بزنن یا خیر. پدرو و گل نشد، یه تکل استثنایی از داوید لوئیس. حرکت از اسکار در سمت چپ، موقعیت نیمار هست، پاسو میده اسکار با پاسات، حالا نیمار این ضربه پای چپ، گل، یه گل استثنایی دیگه از نیمار. 2-0 برای برزیل. گولاش همشون قشنگ این نیمار. یه بار دیگه با هم نگاه کنیم، اینجا اسکار نگاه کنیم ببینیم آفساید بود یا نه. آفساید نه، نبود. خیلی خوب فرار کرد از آفساید، اون کجا زد به کاسیاس، گل زدن رو شروع میکنه. ببینیم در ال کلاسیکو هم میتونه یا نه این زبیت که بدینشه به تاق دروازه. مارسلو حال که از خودش برش استفاده میکنه، یه سوتی قشنگ، یه موقعیت و گل سوم. گل سوم برای تیم برزیل توسط فرد. عالی کار میکنه بازیکن برزیل. اسپانیا گل سوم رو هم میخوره از فرد. اینجا مارسلو شروع کرد، یه خطا هم فکر کنم اینجا انجام دادند. نیمار توپ رها کرد و این بغل پای دیدنی فنی و غیر قابل مهار. خصوص نواس پا عوض میکنه، یه برخورد و پنالتی. چه پنالتی بعدی داد اونجا مارسلو. با هم نگاه کنین، خصوص نواز این دوستان رو به عقب حرکت میکرد، این پا رو گذاشت و قشنگ پنالتی کرد. سرخیو راموس زبر رو میزنه و توپو به بیرون میزنه. پدرو پا عوض میکنه، حالا برای اینیستا در محوطه جریمه و شوت زمینی که جولیو سزار اونو میگیره. داوید ویا به بازی خواهد اومد. یه حرکت عالی بازیکن برزیل، تک به تک با دروازه‌بان، توپی که اونجا سرگردانه و برمیگردونه. هالک بازم گل نمیزنه. نیمار پاسو میندازه به سمت چپ، چقدر خوب دارن بازی میکنن و چقدر خودخواه بوده این صحنه. مارسلو
نکرد. بازیکن برزیلی یه فرار دیدنی از نیمار فردلک کنار خودش داره، خود نیمار عالی جلو میده و کارتش میبینید چه رنگیه، فرقی هم نمیکنه. پیکه بعد کارت قرمز. نیمار پشت تو قرار گرفته، یه نگاه معنی دار به دیبای دفاعی دروازه میکنه، زر برام میزنه تو بشه اختلاف کمی از بالای دروازه بیرون میره. تکر بازیکن برزیل جو توپو جلو میبره، رو پای چپش از زبر رو میزنه، توپو کاسیاس دفع میکنه، خصوص نواس عالی کار میکنه، توپو جلو میبره، دو نفر رو جا میذاره، خود نواس سانش انجام شروعی دروازه برای داوید ویا، این زبی دیده و باز هم جولیو سزار. اما 14 تیر ماه یک روز به یاد ماندنی برای ورزش بانوان ایران بود. تیم ملی فوتسال بانوان عنوان نایب قهرمانی 4 دوره بازی‌های آسیایی فوتبال داخل سالن رو به دست آورد. دیدار نهایی مسابقات فوتبال بانوان بازی‌های آسیایی داخل سالن در اینچئون کره جنوبی بین تیم‌های ملی ایران و ژاپن برگزار شد که تیان تیم ایران در وقت اضافی باخت 2-1 را متحمل شد و به مدال نقره دست یافت. این بازی در وقت قانونی با تساوی 1-1 خاتمه یافت. ابتدا این ایران بود که به گل رسید. نسیم غلامی در نیمه اول با گلی که به ثمر رساند تیم ایران را از حریف پیش انداخت تا نیمه نخست با همین نتیجه خاتمه یابد. در نیمه دوم ژاپنی‌ها روی دروازه ایران فشار آوردند و در 7 دقیقه کار را به تساوی کشاندند. در ادامه این شاگردان شهرزاد مظفر بودند که توپ و میدان را در دست گرفتند و دروازه تیم ژاپن را بارها تهدید کردند، ولی توپی از خط دروازه این تیم عبور نکرد تا کار به وقت اضافی کشیده شود. در وقت اضافی اول بازی تغییری در نتیجه حاصل نشد و دو تیم در پایان 5 اضافی اول با همان تساوی 1-1 به کار خود خاتمه دادند. البته در این نیمه تیم ایران اگر از موقعیت خود استفاده می‌کرد گل دومش رو میتونست به ثمر برسونه. در 5 دوم وقت اضافی ژاپنی‌ها گل دوم خودشون رو به جای ایرانی‌ها به ثمر رسوندن و جشن قهرمانی را برپا کردند. بدین ترتیب تیم فوتسال بانوان ایران پس از ژاپن روی سکوی دوم بازی‌های داخل سالن آسیایی قرار گرفت و به مدال نقره دست یافت. در بازی رده‌بندی نیز تیم تایلند با نتیجه 5-1 از سد اندونزی گذشت و روی سکوی سوم ایستاد. در تیر ماه 92 مسابقات 2 قهرمانی آسیا در پونای هند برگزار شد که لیلا رجبی قهرمان ارزنده کشورمون هم در این مسابقات تونست مدال نقره رو در پرتاب وزنه به دست بیاره. لیلا رجبی نماینده ایران در ماده پرتاب وزنه با شکستن دوباره رکورد ایران به مدال نقره 20 دوره مسابقات 2 قهرمانی آسیا در شهر پونای هندوستان دست یافت. لیلا رجبی با پرتابی به مسافت 18 متر و 18 سانتی متر موفق شد پس از ورزشکار چین به مدال نقره دست پیدا کنه و 4 سانتی متر دیگر رکورد ایران را بهبود ببخشد. رجبی چندی پیش در مرحله اول مسابقات قهرمانی باشگاهی بانوان توانست با پرتابی به طول 18 متر و 14 سانتی متر ضمن کسب ورودی بی رقابت‌های جهانی روسیه رکورد ایران در این ماده را ارتقا دهد. در همین روز تیم ملی فوتسال کشورمون با برتری در مقابل ژاپن باری دیگر قهرمان آسیا شد و بر بام فوتبال داخل سالن آسیا ایستاد. تیم ملی فوتسال ایران در فینال رقابت‌های داخل سالن آسیایی کره جنوبی به مصاف ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه 5-2 به پایان رسید.
تا فوتسال ایران برای چهارمین بار پیاپی به مقام قهرمانی این مسابقات دست یابد. در این بازی که ملی پوشان فوتسال ایران توپ و میدان را در دست داشتند، ژاپنی ها از روی تک موقعیت خودشان در نیمه اول به گل رسیده و در دقیقه 13 دروازه ایران را باز کردند. همچنین در این نیمه حملات زیادی از جانب بازیکنان ایران روی دروازه ژاپن تدارک دیده شد، اما هیچ کدام به گل تبدیل نشد. در این نیمه بازیکن ژاپنی از روی نقطه دوم پنالتی به سمت دروازه ایران شلیک کرد که سپهر محمدی در دو مرحله توپ را مهار نمود، اما از شدت ضربه احساس ناراحتی کرد و بازی برای دقایقی متوقف شد. با آغاز نیمه دوم و در دقیقه 21 ملی پوشان ایران به دلیل شش خطا شدن حریف صاحب یک ضربه پنالتی از نقطه دوم شدند که حسین وفایی آن را به گل تبدیل کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. این بازیکن دو دقیقه بعد نیز روی توپ ارسالی از نقطه کورنر دومین گل ایران را به ثمر رساند. محمد طاهری نیز در ادامه و در دقیقه 31 با دریبل چند بازیکن ژاپنی توپ را استادانه به زیر تاق دروازه حریف شوت کرد و گل سوم ایران به ثبت رسید. سرمربی اسپانیایی تیم ملی که از نتیجه به دست آمده چندان راضی نبود، برای زدن گل بیشتر از سیستم 5 نفره استفاده کرد و به این ترتیب محمد کشاورز به جای دروازه‌بان تیم ملی وارد زمین شد. اما روی این تاکتیک نزدیک بود ژاپنی‌ها از راه دور به گل برسند، ولی توپشان با فاصله میلیمتری از کنار دروازه به بیرون رفت. حملات متعدد ژاپنی‌ها برای جبران نتیجه باعث کاهش اختلاف گل‌ها شد و در حالی که تنها 4 دقیقه به پایان بازی مانده بود، گل دوم حریف به ثبت رسید. دوم تیر ماه و قهرمانی تیم بسکتبال کشورمون در جام ویلیام جونز تایوان. تیم ملی بسکتبال ایران با برتری مقابل تیم اول چین تایپه عنوان قهرمانی مسابقات ویلیام جونز را از آن خودش نمود. تیم‌های ملی ایران و چین تایپه در ادامه رقابت‌های 35مین دوره مسابقات بین‌المللی ویلیام جونز به مسافه یکدیگر رفتند که تایوان تیم ایران با غلبه بر میزبان مسابقات عنوان قهرمانی زود هنگام این رقابت‌ها را رقم زد. تیم کشورمان در این دیدار با نتیجه 72-67 از صد رقیب خود گذشت. بدین ترتیب تیم ملی ایران با کسب 7 برد متوالی عنوان قهرمانی این دور از مسابقات را کسب کرد. بیست و پنجم تیر ماه جوان تکواندوکار کشورمون درخشید. هادی مستعان موفق شد پس از 8 سال مدال نقره قهرمانی تکواندوی جهان رو در وزن 58 کیلوگرم به دست بیاره. Big size advantage down. How's he going to respond? There's a front leg counter. Kyle Mostyn coming in. Yep, popped little it out. Flick of a kick. Lovely. Nice and short kick there. Mostyn just lost concentration for a second. Tries with the headshot himself. Look at that. The shorter athlete doubles up to the head and gets the Korean in the back of the head for a 3-point kick. Great turn of events. But again, there you go. The Iranian athletes so diversified in their attacks and counters. You know, never losing their composure. And there you go. 3-point face kick back. He's not getting, you know, giving Cha a chance to get those big long legs in the air. There you go. Caught him coming in between space, right? Yeah. Wasn't all the way out, wasn't all the way in, and he just got caught. There's the deduction and we're tied again. And another deduction. So we're not tied again. Oh. The referee has been even. Whether he's been accurate is something you can debate at home. But what a match this is. 9-8. A minute and 30 left. Plenty of Kyungos on the board down the stretch with no video replay cards. As Juan Marino, our expert analysis, has told us, this is all to play for here for the Finn
sorry, for the flyweight gold medal. Moon reaches over. I feel like Mostyn is just kind of like a little bit playing possum, just kind of relaxing. He's not going to rush again, like the, you know, what we said the Iranians don't do. He's going to, I think he avoided there. He fell down. He's going to try and stretch out this injury period for as long as possible, but he maybe turned his back. Couldn't ask for a better start. Mexico getting on the board with the bronze medal. Two great finals, some great semifinals. If this is any indication of what's going to happen over the next 6 days, we're in for a real treat here in Mexico and Pueblo. در اواخر تیر ماه هم تیتو ویلانووا به علت بیماری از سرمربیگری بارسلونا کناره‌گیری کرد و جای خودش رو به جرارد مارتینوی آرژانتینی داد. نشریات اسپانیایی مربی 50 ساله آرژانتینی و سرمربی پیشین تیم ملی پاراگوئه را به عنوان جانشین تیتو ویلانووا که به خاطر درمان سرطان خیش از سمت مربیگری بارسا استعفا داده معرفی کردند. مارتینو نسبت به لوئیز انریکه دیگر نامزد مربیگری بارسلونا شانس بیشتری داشت و طبق گزارش‌های نشریات محلی او قراردادی 3 ساله با تیم کاتالونیایی منعقد می‌کند و 2 تن از اعضای کادر فنی خود را هم به بارسا خواهد آورد. کارلس پویول، کاپیتان بارسا، در مورد مربی بعدی این تیم گفته بود: می‌دانم که تاتا مربی فوق‌العاده‌ای است و سبک باشگاه ما را دوست دارد. لوئیس هم دوست من است و در کارش موفق بوده است. به هر حال بارسلونا یک فلسفه مشخص بازی دارد و هر کس مربی این تیم شود، به بهترین شکل از عهده مسئولیت خود برمی‌آید. از جمله اصلی ترین هواداران تاتا در بارسلونا میتوان به لیونل مسی اشاره کرد که از سیستم بازی هجومی مارتینو استقبال میکند. خب بینندگان عزیز، مرور اتفاقات و حواشی ورزش در 4مین ماه از سالی که گذشت هم به پایان رسید. در ایام نوروز با ورزش 92 و مرور اخبار و حواشی ورزش ایران و جهان در سالی که گذشت همراه باشید. با آرزوی تندرستی و شادکامی برای شما، امیدواریم که در برنامه بعدی ما که اختصاص به مرداد 92 داره هم ما رو همراهی کنید. شاد و سربلند و پیروز باشید.